دشواری های روند صلح افغانستان. نزدیک به 6000 زندانی طالبان آزاد شد تا گفتگوهای رو در رو میان هیئت‌های حکومت و طالبان آغاز شد. و حالا که تنها روی کارشیوه گفتگوها توافق شده، ظاهراً ادامه پیشرفت گفتگوهای صلح در گرو آزادی 7000 زندانی دیگر طالبان است. خواسته که طالبان در دیدارهای پسینشان با زلمه خلیلزاد و سایر مقامهای آمریکایی بر آن پافشاری دارند. سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان در یک نشست آنلاین با خبرنگاران میگوید که طالبان بر بنیاد توافقنامه این گروه با آمریکا انتظار دارند که تا میانه ماه دسامبر سال روان میلادی، یعنی کمتر از 10 روز دیگر، در این مورد پیشرفت چشمگیر با وجود دهد. The specific provision relating to another 7,000 Taliban prisoners is contained. یک ماده ویژه مرتبط به زندانیان طالبان در توافقنامه آمریکا و طالبان شامل است. انتظار طالبان این است که بر اساس آن تا میانه دسامبر 7,000 زندانی دیگر این گروه رها شوند. از نظر ما چنین انتظار خشونت‌ها را خواهد افزود و سبب نگرانی مردم افغانستان خواهد شد. این را ما به طالبان واضح کرده ایم که تمام تلاش ما از مذاکرات و توافق با طالبان این است که جنگ در افغانستان از طریق یک راه حل سیاسی پایان یابد. راس ویلسون همچنان میگوید که این رهبران سیاسی افغانستان هستند که با تصمیم گیریشان می توانند روند صلح را در مسیر پیشرفت سوق دهند. تمام رهبران سیاسی منافع بزرگشان در این خواهد بود که متحد باشند. یک اجماع قوی و مشترک در میان رهبران سیاسی کمک می‌کند که یک تصمیم دشوار در ارتباط به صلح گرفته شود و این گونه مذاکرات به پیش برود. اینان کاری را کنند که به منافع ملی باشد، حتی اگر در تضاد با منافع سیاسی آنها قرار داشته باشد. به گفته ویلسون، ایالات متحده آمریکا در مورد خروج نیروهایش از افغانستان با تمام متحدان و شریکان خود از نزدیک مشورت می‌کند و تصمیم نهایی در این خصوص در هماهنگی با ناتو گرفته خواهد شد.